نگفتن، نشنیدن. نمیدونم چجوری میشه که وقتی کسی از آدم خواهش میکنه که نمیشه انجامش داد و باید بگی نه، نمیگی و درست چیزی رو میگی که نباید بگی. یه جادوی انگار تمام وجود تو میگیره و یه نگرانی که نمیدونی داره از کجا میاد نمیذاره حرفتو راحت بزنی. این از کجا میاد؟ از ترس از دست دادن اون آدم، از اینکه نمیخوای ناراحتش کنی، از اینکه میخوای به خودت ثابت کنی که میتونی. فرزاد میگه عدم توانایی تو گفتن نه ارثیه اما قابل تغییره. من نمیدونم پدرم هرگز عاشق مادرم بوده یا نه، ولی اگه یه چیزی تو دنیا باشه که عاشقش باشه، بنز زرشکی قدیمی دهه 70 شه. البته گاهی خیلی از خانواده عزیزتره. ماشین عضو خانواده یادم. اگه کسی مریض بشه زنگ بزنین اورژانس. مگه ماشین آمبولانسه؟ داره میمیره ها. دیگه بدتر. مگه ماشین نشکشه؟ بیاین آب قند رو بهش بده حالش بهتر شه. کارش از آب قند گذشته، مرده، داغ نمیفهمه. سر به سرش نذار. نمیخوام. بگی دیگه. حالا چی کار کنیم؟ تو چی کار کنی؟ نما اگه به من گفته بودی همون موقع بهش میگفتم آقای جوانبخت اگه روح پدرش هم از اون دنیا بیاد ماشینشو نمیده. ماما شما خودت با همه دنیا رو درواسی داری. من؟ کی گفته؟ نه من هر جا لازم باشه راحت حرفمو میزنم. تو هم یه راه حل بیشتر نداری، زنگ میزنی به فروزنده رک و راست میگی نه. ای ماما مگه میشه این همه لطف در حق من کرده، کمکم کرده، نیما رو ثبت نام کردیم، بعد من بگم کار به این کوچیکی رو نمیتونم واسات انجام بدم؟ یادتون رفته همین فروزنده چقدر کمک کرد نیما رو ثبت نام کردی؟ نه یادم نیست. یادتون نیست مدیر مدرسه ثبت نامش نمیکرد، میگفت وسط سال آوردش، بعد همین فروزنده کمکمون کرد ثبت نامش کردیم؟ یادتون نیست؟ یادم نیست دیگه. حالا یادم بیاد همه چی حله. اصلا مشکل تو اینه که من یادم نیست. خب حالا به بابا بگیم شاید یه چیزی شد. خب نمیشه. حالا گفتنش ولی ضرر نداره که. تو این یه مورد نمیشه بابا رو شناختا. هر کاری ازش برمیاد. نمیکشه منو که میکشه. میرم بهش میگم فوقش میگه نه. من میرم به فروزنده میگم آقا نشد. یهو هم دیدی شاید مثلا معجزه شد گفت باشه. معجزه شه. تو همه این سالا بابات همه تلاشش رو کرده که هیچ معجزه‌ای برامون اتفاق نیفته. اون وقت تو میخوای خودش معجزه کنه؟ زنگ بزن به فروزنده بگو نمیشه. چرا قول چیزی رو دادی که مال خودت نیست؟ من قول ندادم مامان جون، گیر افتادم. میگی یا خودم بگم؟ ماما میشه شما بگی؟ راست میگه مامان، تو بگو. شما چرا تعارف حالیتون نمیشه؟ این چی آوردی به این بزرگی؟ ای ماما خودت گفتی. من اون کوچیکه رو گفتم. نه این کوچیکه که خب هیچی توش جا نمیشه. دو نفر آدم اینا داریم میریم مسافرت. بابا فروزنده دیگه چجوری یادت نیست کمکم کرد نیما رو ثبت نام کنی؟ یادم نمیاد دیگه. ای بابا چرا تو این خوره هیچ کی یادش نمیاد دیگه؟ خودم یواش یواش داره باورم میشه اصلا وجود نداشته. خیلی خب حالا مهم نیست چی شده. هیچ، اومدم در خونه گفت عروسی خواهرم کارت آورده بود، بعد یه چشش افتاد به ماشین بابا، گفت ما چقدر دلمون می‌خواست تو عروسی خواهرم از این ماشین قدیمی یاد داشته باشیم، بعد گفت ماشینتون رو به ما قرض میدین. من میدونم و میدونم بعد اینو میگفتم. ماشین بابای من اصلا فکرشو نکن. بله اینو گفتم. ماشین بابای من خب باشه حتما، فقط بذار بهش بگم بهت خبر میدم. خیلی خب باقیش هم میشه حد زد دیگه. تو نه نمیتونی بگی؟ نه نمیتونم بگم. اگه میتونستم بگم از اول به تو میگفتم خودم راحت میکردم. بهانه‌ش هم داشتم نداشتم یادت رفته؟ من نمیدونم چرا هر بحثی میکنی باید کشیده بشه به خواستگاری قبل از تو. تو اصلا برای چی بهش قول دادی؟ مگه ماشین خودت بود که قول دادی؟ همینجوریش هم بابات داره میگه ما مزاحمشونیم تو این خونه، چه برسه به اینکه ماشینش هم میبخشی بره؟ فرزاد من خودم حالم بده ها، تو نمیخواد حالمو بدتر بکنی، برام تو دلم خالی نکن اگه کمکم نمیکنی، حداقل بذار ببینم چه خاکی به سرم میریزم. من معذرت میخوام، بریم یه چایی بخوریم فکر کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. نه ببین تو مثل که یادت رفته بابات سر عروسی ما چقدر عصبانی بود. خودش برگشت گفت با این گلایی که به ماشینم زدین ماشینم از مردونگی انداختین. حالا میگی من خودم برم بهش بگم ماشینتو بده دختر همسایه گل بزنه تو خیام بوق بوق کنه. نمیخواد دیگه، 70 سال نمیخواد. اصلا من نمیفهمم چرا همتون قضیه رو انقدر دارین بزرگش میکنین. یا میگه آره یا میگه نه دیگه، فوقش میگه نه.
وا شجاع شدی. ولی از من میشنوی وقتی که رفتی با پدرت صحبت بکنی خیلی غیر مستقیم باش حرف بزنا. یعنی چی؟ چجوری؟ همونی که کمکمون کرد نیما رو ثبت نام کنیم دیگه. خب چرا از اول نیما رو ثبت نام نمی‌کرد؟ نه مدیره ثبت نام نمی‌کرد، میگفت وسط سال آوردینش نمیشه. بعد فروزنده کمک کرد ثبت نامش کردیم. حالا ول کن اینو، عروسی خواهرش همین پنجشنبه است، تو همین تالار سر خیابون. مدیر مدرسه؟ نه بابا، خواهر فروزنده. مبارک ان شاء الله. بعد ببین بابا چیز کردن اینا، یه مراسم عروسی گرفتن خیلی ساده و اینا برگزار کردن، مهمونم زیاد ندارن. بعد من گفتم که خب ماشین عروس میخواین چیکار بکنین؟ گفتم میخواین از یکی قرض کنیم. آره چه اشکالی داره، خیلی هم خوبه. این روزا همه دستشون تنگه، هر خیری از هر سمتی که برسه شکرش واجبه. مگه عروسی دختر آقا رجب نبود؟ ماشین عموتو قرض کردن، کارشون هم راه افتاد، کلی هم همه رو دعا کردن. اتفاقا داداشم خیلی هم ناراضی بود. یعنی چی ماشین مردم رو قرض میکنن؟ خب حالا میگم بابا شما یه شب دیگه ماشینتون رو بدین، شما که یه بار عروسش کردین یه بار دیگه عروسش کنین. اصلا حرفش هم نزن، همون یه بار که عروس شد دیدی چه دامادی گیره اون اومد؟ چه کاریه باعث بشیم یکی دیگه هم همونی گیرش بیاد که گیر ما اومد؟ شوخیه مگه ماشین؟ آدم که ماشینش رو دست مردم نمیده. خب همسایه‌ن دیگه یه بار رو انداختن. ماشین منو خواستن؟ نه 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 نه، اونا که چیزی نگفتن. من گفتم اول از شما بپرسم. حرفشم نزن، اگه اونا هم چیزی گفتن رو دروازه نکن، بگو نه. بله بله بله. الو فروزنده جون سلام. سلام، من شیبا هستم، شیبا جوانبخت. سلام شیبا جون، خوبی؟ خوبم، تو خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی هیچی. ببین راستش من زنگ زدم یه چیزی شده، یعنی یه اتفاقی افتاده. خدا بد نده، چی شده؟ نه بابا چیزی نشده که، ماشین بابام. خب هیچی، ماشین بابا از دیروز خراب شده، بابا برده تعمیرگاه، گفتن که یه چند روزی کار داره. اتفاقا برادر شوهر خواهرم خودش تعمیرگاه داره، زنگ میزنم ببریم پیشش زودتر کارتون رو میندازه، به خصوص اگه بفهمه ماشین عروسی که دیگه سنگ تموم میذاره. میخوای بگم بیاد اونجا اصلا؟ نه 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 بابا، چه کاریه؟ مثلا نمیخوام بهت زحمت بدم، من به بابا میگم خودش یه کاریش میکنه. در هر صورت تعارف نکن. باشه حتما. باورت نمیشه از وقتی بهشون گفتم ماشین جور شده انگاری یه باری رو از رو دوششون برداشتن. آها خب چه خوب. ببین بازم اگه کاری بود به من بگو. خب رو دروسی نکن، قربونت خدافزه. برو از دوششون برداشتن رو سر من. شما میگی من چی کار کنم؟ چیه چی کار کنم؟ ماشینو دیگه ماما. اه مگه هنوز نگفتی بهشون؟ نه. سلام بابا. چقدر زود اومدی؟ موهاتو کوتاه نکردی؟ رفتم مغازه اصغر آقا، خودش نبود. عموش که تازگی اومده مغازه گفت بیا بشین، من بهتر بلدم، خودم سالن داشتم. منم نتونستم روی پیرمرد بندازم زمین. تا نشستم قیچی رو برداشت شروع کرد به قیچی کردن. گفتم نمیخوای بپرسی چه مدلی؟ گفت کار خاصی که نمیشه کرد، همین دور و برا و بغلاشو باید کوتاه کنیم که دارم میکنم، همون کافیه. حالا دم رفتنی نمیخواد خودتو ناراحت کنی، من که میدونم چه موهایی داشتی. گفتم داریم میریم سفر، بدم موهامو مرتب کنه. یه کاری کرد که برخورد بهم زدن بیرون. مامان مگه داری میری مسافرت؟ تازه فهمیدی؟ چمیدونو که خودت آوردی برام. ای آره راست میگی، خدافظ. مامان تا قبل از چهارشنبه میریم دیگه. باش. این بچه طوری شده؟ آدم از مردم ناامید میشه، میاد میبینه خونه خود آدم بدتره. سلام خانم. خانوما سلام. فرز جون خوبی؟ خسته نباشی. اوه 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 من میرم بعدم میام. چرا؟ فکر کنم آخه یه اشتباهی شده. نه بسد چایی دم کردم، پلم ریختم دوش بریزم برا. نه دست درد نکن، زحمت نکش، فقط بگو چی شده. حدس بزن چی شده. خیلی خوب، شما الان خیلی باحالی، الان خیلی مهربونی، خیلی باصفایی، فقط بگو چی شده. حدس بزن. آها پدرت موافقت کرده که ما ماشینو بدیم. او فکر کن بابای من موافقت کرده باشه.
آها، زنگ زدی به فروزنده، هم خیال ما رو راحت کردی هم خیال خودت. پس فروزنده زنگ زده، هم خیال خودش رو راحت کرده هم خیال ما رو. یعنی هیچ کی به هیچ کی زنگ نزده، خیالش کم راحت نشده. خب خیلی خوب، من خیالم الان راحت شد، چون دیگه عقل من به هیچ جا نمیرسه. خودت بگو چی شده. یه روز خوب یعنی یه روزی که یه چیزی به ذهنت میرسه که میتونه حالتو عوض کنه. یه فکری که منتظرش نیستی خودش با پاهای خودش میاد و میشینه توی سرت. مامان و بابا که رفتن سمت فرودگاه به خودم گفتم حالا وقتشه. این ماجرا باید یه جایی تموم بشه. اگه بابا بفهمه چه خوابی واسه ماشینش دیدین، هواپیما رو با یه حمله انتحاری برمیگردونه. شیوا خانم بالاخره چیکار می‌خوای بکنی؟ هیچی. شیوا میگم لپتاپتو میدی با خودم ببرم دانشگاه، خیلی لازمش دارم. من باید یه جلسه توجیهی برای شما بذارم، نگفتن و قشنگ یادت بدم اینجوری تو مخمصه نیفتیم ما. جلسه توجیهی لازم نیست. شادی جون من لپتاپمو نمیدم به شما با خودت یه هفته برش داری ببری دانشگاه. خواهرتو میشناسی که جونش به لپتاپش بسته است. خب جون بابا هم به ماشینش بسته است. منم گفتم یه وقت نفهمه. ببین که حرف تو دهن من نمیمونه. گفتم یه وقت نگه. حق و سکوت میخوای بگیری از من؟ حق و سکوت کدومه؟ من فقط ایراد خودم رو گفتم. گفتم یه وقت نفهمه بابا. تو بگو به من چی کارت میکنم؟ این سویچ کجاست؟ کدوم سویچ؟ سویچ ماشین بابا دیگه. فرزنده اینا الان یه ساعت دیگه میان دنبال ماشین. تا یه ساعت دیگه میان دنبال ماشین؟ آره. همون جا باید باشه. نیست. من فکر کنم اون روز که موضوع ماشین عروسی رو گفتی بابا شک کرده، واسه همین سویچ با خودش برده. حالا شیوا تو واقعا یه همچین تصمیمی گرفتی؟ بابا جان من، آخه تو اصلا فکر کردی اگه یه موقع خدایی نکرده بلایی سر ماشین بیاد بابا چی کار میکنه؟ با تو که کاری نداره که، همه تقصیرها میندازه گردن من. اصلا خدا کنه سویچه پیدا نشه. من ازت خواهش میکنم بیا یه زنگ به این خانم فروزنده بزن قبل از اینکه حرکت کنن. بهشون بگو جریان چیه، خلاص. خواهش میکنم. خوشت اومد. قدرت کلامو دیدی؟ ببین شیوا خیلی دختر منطقی و باهوشیه، فقط کافیه که تو درست باش برخورد بکنی، یعنی اون خواستت رو درست عنوان بکنی، اون کاملا میپذیره. ساز الان خونتونه؟ آها نه، ببین فروزنده جان من نگرانم، همینطوری شفت فکر میکنم که ماشین بابا خراب میشه. یه طوری من چهل خان از دوسته شوهر خواهرمه، کارش همینه، خیالت راحت باشه، هیچ طوریش نمیشه. اگه اینجوریه که پس میخوای بگو بیاد باز کنه دیگه. خداحافظ. تأثیر عرض شما بودا. خب میدونی شادی جان بعضی وقتا قدرت کلام اون تأثیر لازم رو نداره. چی شد؟ دیگه منو چرخان جعب ابزار نمیخوای مرتون بیارم؟ جعب ابزار اینجاست. این واکنیم بیشتر طول میکشه. فقط خیلی عذر میخوام، ببخشید چجوری میخوای روشنش کنی؟ همت نماشه حله. دست درد نکنه شیوا جون، جمعه صبح اول وقت میاریمش. باشه فرزنده جون، فقط دیگه سفارش نکنم، بابا جونش به این ماشین بسه. خیالت راحت باشه عزیزم. فعلا اون ماشین رو برداری. استوب خودکار زمین. اسم دینا. دریا. دیار. دزد. بخش دزد اسمه؟ نه. آقا من سو بچی بعدی میخوام بزنم دزد. ببین ولی یارو تو 3 ثانیه در ماشین رو باز کرده. همین دیگه، دزدا همینجوری ماشین میبرن. اصلا ولی قیافش به دزدا نمیخورد. مگه به ماها میخوره دوز باشیم؟ یعنی ما دوزیم؟ الان دیگه ما شدیم دوز؟ آره دیگه، وقتی اجازه میدیم ماشین طرفو بردارم ببرم میشه دوزدی دیگه، بخشش که نمیشه دوزدیه. میگم حالا نکنه واقعا دوز ببره ماشینو. بابا اون ماشینو کدوم دوزدی میبره آخه؟ اگه بابا جون بفهمه راجع به ماشین عزیزش چجوری حرف میزنی؟ فعلا که نیست، قرارم نیست بفهمه اگه بعضی حرف تو دهنشون بمونه. یارو دوز نبود که. باز کنم من
میزنم. دوست نه مامان باباتونن، مامان باباتونن. چیزی نشده بابا، قسمت نه. چه ربطی به قسمت داره؟ باباتون ممنوع الخروجه. ممنوع الخروجه؟ چرا؟ مگه چیکار کرده؟ به خاطر رفیق بازی، واسه اینکه بلد نیست برگرده بگه نه. سنگ رو یخ شدم جلوی اون همه آدم وقتی برگردوندنمون. همه یه جوری نگاهمون میکردن انگار قراره هواپیما رو بدزدیم. همون 15 سال پیش چقدر بهت گفتم بهادر قلطاق زامنش نشو. بهادر دیگه که مادر جون. برادر عمو فرامرز، دوست صمیمی بابا که الان فرانسه زندگی میکنه. سه تا زامن میخواستن، یکیش خود فرامرز بود، از من مرتضام خواهش کرد. خب بعد 20 سال رفاقت من که نمیتونستم روشو بندازم زمین. خوبیت نداشت. آها خوبیت نداشت. حالا خوبیت داره که عین دزدا از تو صف میکشنمون بیرون. فرامرز گفت بهادر دیگه زن گرفته، سر به راه شده، با این وام میخواد یه تولیدی راه بندازه. منم گفتم قسط ماهیانه‌شو میده. از کجا میدونستم اینطوری میشه؟ اونم بعد این همه سال. حالا میخوام ببینم که این آقا فرامرز کجاست تا بیاد جواب ما رو بده. خب من برم دو تا چایی بریزم. شهرام شادی فرزا بیا. فرزا حالا میپرسی؟ خب قبلا باید میپرسیدی. چرا الان وقتی این کارا نیست؟ یه فکری باید بکنی. شد من میگم اگه بابا با این حال روزش بفهمه که سکته رو میزنه فرنگی مادر سکته. آها فهمیدم. شهرام تو ماشینتو بردار ببر بذار جای ماشین بابا، چادرم بکش روش. بعد فقط به مادرت بگو در جریان باشه که نذاره بابات بیاد سمت ماشین. من ماشین ندارم. آره ماشین منو ببر بذار اونجا. من گفتم شما نیستی مسافرتین، یه روزه ماشین رو میدم اونا هم میارنش دیگه. عین بابات دلگنده ای. نگفتی اگه یه بلایی سر ماشین بیاد بابات سکته میکنه؟ بابا حالا حالش چطوره؟ عین مرغ سرکنده. صبح کله سر بلند شده رفته بانک، فهمیده بهادر خان حتی یکی از قسطای وامم پرداخت نکرده. وامی که روز اول 10 میلیون بوده الان شده 25 میلیون. 25 میلیون؟ وقت بانک تازه الان یادش افتاده؟ چند سال دنبال زامنا میگردن که بهشون خبر بدن، ولی آدرس همشون عوض شده بوده. چکم که نداده بودن، بهادرم که گم و گوره. دیدن چاره‌ای ندارن، سفته رو اجرا گذاشتن و ممنوع الخروجشون کردن. حالا بابا میخواد چیکار کنه؟ چه میدونم. از صبح تا حالا در به در داره دنبال آدرسی، تلفنی، چیزی از این فرامرز میگرده که پیداش کنه. حالا اصلا گیرم تلفنشو پیدا کرد، اون پا میشه میاد اینجا قرضه برادرشو بده. منم همینو بهش گفتم. ولی فایدهش چیه؟ خوشخیال دیگه. خوشخیال نبود که همچون کاری نمیکرد که آبرو خودشو ببره. اصلا بابات از چک میترسید. دست چکم فقط برای حقوقش میگرفت. بعد یهو رفته یه کاری کرده که اصلا آدم باورش نمیشه. و اون مرتضی هم زنگ زد. اونم ساری بود. گفت تا شب خودم میرسونم. اون بنده خدا هم یه ما دیگه میخواد بره مکه. ماما حالا من چیکار کنم با؟ من چه میدونم چیکار کنی؟ خسته شدم از بس قصه شما رو خوردم. حالا دیگه نمیتونم قصه تو یکی رو بخورم. همه تون این همه. تو منو به کشتن ندین راحت نمیشین. نمیدونم حال من بدتر بود یا حال پدرم. هر دو داشتیم چیزهایی رو تحمل میکردیم که حقمون نبود. و بدتر از همه اینکه خودمون باعث چیزی شده بودیم که داشت آزارمون میداد. چیزهایی که میشد اصلا وجود نداشته باشه. زحمت یه لیوان آب به من میدی؟ باز کجا میخوای بری؟ حالا محله قدیمی فرامرزینا ببینم کسی آدرسی چیزی از این بهادر داره. با ماشین؟ آره محله شون دوره. تازه منم که الان یادم نیست. هی باید از این اون بپرسم. با ماشین برم بهتره. بابا میگم شما حالتون خوب نیست، اصلا نمیخواد بشینید پشت فرمون. بذار من برم فرزاد رو صدا کنم و میاد ببردتون. فرزاد مگه سر کار نیست؟ راست میگه. خب من برم به شهرام میگم. پدرم دلش میخواست من یه جراح قلب بشم و تنها چیزی که من دلم نمیخواست همین بود. من دوست داشتم کشاورزی بخونم، یه زمین بگیرم توش یه چیزایی رو بکارم که دلم میخواد، یه جورایی نزدیک طبیعتی باشم که هممون داریم ذره ذره نابودش میکنیم. اما چی شد؟ به خاطر پدرم پزشکی قبول شدم. من از خوشحالی اون خوشحال شدم، اما بعد 7 سال درس خوندن حالا خودم اونطوری که باید اصلا خوشحال نیستم. این روزا هرچی بیشتر بگی نه عزیزتری،
اگه وقتی کسی چیزی ازت میخواد بگی حتما باشه، اون فکر میکنه تو معطل موندی کار اونو انجام بدی، ولی وقتی بگی نه یه دفعه براش مهم میشی. تازه این به تو مهلت میده فکر کنی تا وقتی نظرت عوض شد و بخوای بهش بگی باشه انجامش میدم ازت ممنونم بشه. این روزا همه باید دنبالت بودن، وگرنه فکر میکنن این تویی که یه چیزی کم داری. فرزاد شیوا ماشین رو نیاوردن. مایسا چنده؟ 4. خب هنوز صبح نشده که. خب اگه بابام بیدار شه چی؟ بیدار نمیشه دیگه، اونم مثل ما آدمیزاد الان خوابیده. تو هم بگی بخواب لطفا. خب من نمیتونم. من نمیتونم. فرزاد ماشین رو نیاوردن، خودمون بریم بگیریمش. ساعت 6 صبح بریم در خونه مردم چی بگیم آخه؟ خب من بابام بیدار میشه بدبخت میشم. بابا اونی که بدبخت شده منم دیشب تا یه ساعتم نخوابیدم. میگه ببین اگه بابام پاشد بعد رفت بیرون یا همون موقع که این اومدن باشون روبرو شد چی؟ برای چی بابات بعد 6 صبح بلند شه بره بیرون؟ چی مثلا بره نون بخره؟ چی؟ من الان 15 سال داماد شما، تا حالا یادم نمیاد 12 ظهرم رفته باشه نون بگیره. الان 6 صبح جمعه اعصابش خورده میره نون بگیره بابات. گفتی زنگ ما رو بزنن دیگه؟ برای بار هزارم. بله بله. بله علی جونم. ای وای آخه چرا گذاشتی بره؟ فرزاد بابا رفته نون بخره. سلام بابا. صبح خیر. صبح خیر. کجا داری میری؟ میرم نون بخرم. برای چی؟ برای چی که بخوری؟ چرا؟ تو بیداری یا تو خواب داری راه میری؟ اینا این کارو نکنی. بابا شما حالتون خوب نیست. فرزاد میره میخره. خب برای اینکه حالم خوب نیست میخوام برم نون بخرم که یه هوایی به سرم بخوره. براتون بخوره. آره صبح داشتم اتفاقا با فرزاد صحبت شما رو میکردیم، گفت بابات 15 سال صبح ما نشده بره نون بخره، حالا روزش کنه. انگار اون حالش از تو هم بدتره ها. سر شو بابا. این چیزیه که مدام مریض بود اومد میخواد بره ببیندش. چیزی بابا راستش من میخواستم که یه چیزی بهتون بگم، یعنی خیلی سال بودش که یه دقیقه بیان میخوام بهتون بگم. نمیشه با اینا نوبایی میخوایم بریم دیگه، همین نوبایی بربریه؟ بله اگه شما اجازه بدین. البته نه باشم باید چرا باید اجازه بدم. یه کم نواش خوب نیست، گرون هم میده، خیابش هم یکی جودیه نمیداشه. تو چه تنفر؟ من؟ هیچی شما بفهمید دیگه. خب چی میخواستی بره خریم؟ من هیچی. داداش فروزنده بود. خب ماشینو بردن؟ ماشینو بردن. یعنی چی؟ یعنی که دزدیدن. سلام. سلام. چی شد؟ چی شد پیدا شد؟ آره دزده زنگ زد کلانتری گفت من دورم، شما زحمت نکشین. من کدام از آزادگان میدم؟ الان وقت مسخره بازیه؟ گفتن انشالله تا 48 ساعت آینده پیدا میشه. خب اگه نشد چی؟ تا 72 ساعت دیگه. اگرم نشد توی هفته آینده، نشد ماه دیگه. بابا امانت که ندادیم دست دزد ماشینو. آخه شماها چرا اینقدر بیفکرین؟ به ما چه؟ اینا همش کار شیواست. من گفتم کسی گوش نکرد. من که همیشه با همه چی موافقم با این کار به شدت مخالفت کردم. ای اینجوریه؟ چطور منوچهر خان که داشت با سنجاق در ماشین رو باز میکرد جعبه ابزارم میخواستی براش بیاری، حالا همه کاسه کوزا سر من شکست؟ چه خودتو این شکلی میکنی؟ میگم نکنه کار منوچهر خان باشه. بی خود به مردم تهمت نزن. ولی بعیدم نیست و یارو تو 3 ثانیه در ماشین رو باز کرد، ولی کی میاد ماشین عروس رو بدزده؟ اونم ماشین عهد شاوز وزک. اون ماشین تابلوه، هر جا ببرن برش میگردن. به نظر من که ول کنید این حرفا رو، بیاین یه فکر بکری بکنی. هر آن ممکن آقای جوانبخت بره سراغ ماشین. آقای جوانبخت بالاخره تو بانک چی گفتن بهتون چیکار باید بکنیم؟ هیچی. گفتن بیاین 25 میلیون بدین، نامه بدیم تا ممنوع الخروج رو بردارن. من تو 30 سال خدمتم 25 میلیون حقوق نگرفتم. بهش میگفتیم مرد حسابی، ما 25 میلیونمون کجا بود؟ اگه به حرف منه
قانون تو بمیری من بمیرم حالیش نمیشه. ماموره تو بانک میگه آقا این آی بهادر با شما چه نسبتی داشت؟ گفتم برادر رفیقمه. خندیده میگه همین؟ بهش گفتم آقا جون همین یه موقع کافی بود. مردم سر موقع میمدن حسابشون رو میدادن. بازم خندیده. خب حق داشت بخنده. دور زمونه عوض شده. رفاقت کیلوی چند؟ همین رفیقمون دیگه. الان تو فرانسه نشسته قهوه‌شو میکنه، ما اینجا داریم تونو برادرش رو پس میدیم. تازه اگه پس ندیم فردا پس فردا دستبندمون میزنن میبرنمون زندون. نه آقا مرتضی اینجوری که شما میفرمایید نیست. من یه آشنایی دارم، این وکیل امور بانکیه. به من گفتش که به اتفاق میرم اونجا یه بخشی از پول و نقدی پرداخت میکنیم، این ممنوع خروج بودنتون برطرف میشه، بقیهش هم قسط بندی میکنم انشالله دیگه پرداخت. بله همینم مونده که بیافتم بمیرم بچه هم تا آخر اون بدهی رو بدن که تازه مال خودم هم اونم بوده، مال یکی دیگه بوده. دور از جون بابا این چه حرفیه میزنی؟ حالا بالاخره همون فرمز یه کاری میکنه دیگه. اون اگه میخواست کاری بکنه که کار به اینجا نمیرسید. صد بار زنگ زدیم، پیغام گذاشتیم، یه بار جواب نداد. الان ما رو اصلا یادش نمیاد. اشتباه کردیم به پسرش گفتی. اگه خبر نداشت شاید زنگ میزد ببینه داستان چیه، اما الان که پسرش گفته دیگه محال زنگ بزنه. ماشین رو که دزدی نمیدونم چه وسط ماشین رو الان که من زنگ زدم اطلاع دادم اصلا هیچ کی نمیاد. اصلا این چیه؟ علامه پلیس نامحسوسه دیگه. ماشین عروس هم از چی راه میره؟ اولشه خبر نداره. عسو چقدر شبیه ماشین توه. بگیرنش عروسی به هم خورده. او هنوز نفهمیده پلیس دنبالشه. اگه عروس تو ماشین باشه که نباید هم بفهمه. خودت یادت نیست اون موقعی که تو ماشین نشسته بودی دست منو کردی لای در ماشین؟ اونم واسه چی؟ واسه اینکه بتوله میگفت دیر شد دیر شد. گرفتنش. الان دیگه ماشینا رو میبرم پارکینگ. نباید هم بهش پرت بدم. مردک فکر میکنه اولاق زیر پاشه. خیلی حرفش نمیده، باید پیاده بود. بخاطر همین سرعت از دستمون در رفت. ماشین مال خودتونه؟ بله جانم. مدارک لطفا. الو. بگیرش. ما با اجازهتون بریم برای صبحونه نون بگیریم. منم برم ببینم ظرف و پوشیده. باشه من باشه بیام. الو بفرمایید. آقا فرامرز سلام علیکم. حال شما؟ آقا فرامرز. آقا فرامرز خوبی شما؟ بابا کجا؟ فرودگاه برم فرامرز بیارم دیگه. فرودگاه با ماشین؟ نه با دوچرخه. نه بابا شما اصلا حالتون خوب نیست، برای چی میخوای بشینی پشت فرمان؟ خب مرتضی میشه. من اعصاب رانندگی تو تهران رو ندارم. آخه نداره به من بزیر که برم شهرام و سر کنم بیاد با ماشین فرامرز. اصلا خودم میشه. نه حالا من خوبه. حوصله دیوونه بازی های تو را ندارم. برو کنار. ماشین دوستت قرض گرفتی؟ نه خیر. یکی از مریضا مؤسسه کرایه اتومبیل داره، بهش گفتم یه بنز اینه بنز بابات گیر آورده بود بدهش. یعنی پول دادی؟ پس نه 150 هزار تومان دادم با تخفیف تازه. 150 هزار تومان؟ بله. یه نه نگفتن شما 150 هزار تومان آب خورد. تازه 200 تومان پول پارکینگ دادم، 250 300 هم خلافیه باباتم. باباتم کم خلاف نکرده. حتی عبور از چراغ قرمز و نمیدونم آلودگی صوتی و بله. و همینا رو پولشو تو دادی؟ آره دیگه. پس کی داده؟ نه زنگ زدم به بابات گفتم که ماشینو دادیم دختره گل زده بغبغ کرده، الانم دزدیدن پولو بده از پارکینگ بیاریم بیرون. خب به ما چه، همونایی که دزدیدن برن پولشو بدن. آره دیگه من که حواسم نبود. خب تو هم دیر گفتی. ولی این ماشین خود بابا سانه؟ بله دو مدل بالاتره، پلاستیکاش هم ذره فرق می‌کنه. میگم نفهمیده باشه. اگه هم فهمیده دیگه برامون نیورده دیگه. حالا ماشین خود بابا رو کی می‌گیرین؟ قرار شد فردا که بابات با فرامرز خان و مرتضی خان میرن دنبال بهادر، شهرام بره از پارکینگ بگیرن. بهادر خان از تولیدی و هزار تا کار دیگه که امتحان کرده بود به هیچ جایی نرسیده بود و حالا تو مغازه برادر خانمش شاگردی میکرد. برادر خانمش حاضر شد با منت یه بخشی از بدهی بانکو بده. اما منصور هم اونجور که میگفت همه پس اندازش رو گذاشت و بقیه بدهی بانک رو داد تا پیش رفقاش رو سیاه نباشه.
ولی خب پدرم مسافرت خارج از کشورش رو از دست داد و کلی هم حرص خورد، چون تمام عمرش نتونسته بود برای یه بارم شده از کشور خارج بشه. تا یه مدت به هممون با یه چشم دیگه نگاه میکرد، گاهی هم وقتی با همون حرف میزد اصلا نگاهمون نمیکرد. دست بردار. بابا کجا فهمیدی این ماشین خودتون نیست؟ این اون عین هم بودن. تو راننده نیستی، این چیزا رو نمیفهمی. فقط لاستیکاش با هم فرق داشت دیگه. بعدم اگه فهمیدین چرا همون موقع نگفتین؟ فهمیدم، نخواستم باور کنم. تو هم خیانت کردی به من. دارم برات آقا شهرام. دست بردار. بابا اصلا کار من نبود، کار دامادت بود. به من چه؟ پسر، ماشین مثل بچه آدمه. تو واقعا فکر میکنی اگه تو رو عوض کنم من نمیفهمم؟ بابا زهر مار، خائن. دست بردار. خاله زهره زنگ زده بود. خب بیچاره شدم بابا. ای چرا، چی شده؟ مصطفی بود پسر جاریش، گفتن رشته پزشکی قبول شده و کلی هم پوز دادن، بعد معلوم شد که رشته علوم چشیت قبول شده. میخوام بیان خواستگاری شادی واسه مصطفی. وای مامان، مگه شادی نمیگه تا درسم تموم نشه اصلا حرف ازدواج اینا رو نمیخوام بشنوم؟ میخوام از اون دفعه آبروریزی بشه دوباره. چی کار کنم؟ روم نشد بگم نه. حالا تو خوصه نخوا بزه چای بزد برزم. این که من بعد اون همه اتفاق یاد گرفتم بگم نه رو نمیدونم، ولی پدرم از اون بعد تنها چیزی که یاد گرفت همین بود. بابا میشه من امشب برم خونه لیلا اینا؟ نه. نمیخوای این در درست کنی که دیگه انقدر صدا نده؟ نه. بابا بزرگ، میشه از یخچال آب بردارم؟ نه. بابا؟ نه.